بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما محصلان عزیز در هر جای کسین، با تمام انرژی و با تمام تمرکز روی درس‌هایتان موفق باشین و شما را باز هم خوش آمدید میگم به جلسه بعدی مدیریت پروژه که در سطح اجرای پروژه مطرح میشدن. ما بحث کردیم در این زمینه، کوشش میکنیم تا بحث‌های متعدد را داشته باشیم تا شما بتونید فهم بیشتری از قسمت اجرای پروژه با خود داشته باشید. دوستان عزیز، قبل از اینکه بحث جدید را آغاز بکنیم، خوب هست که شما ویدیوهای قبلی رو گوش داده باشین، نکات که پیشتر نوت پوینت هست با خود داشته باشین، چیزهایی جدید میاموزین هم پیش خود نوت پوینت بکنین تا زمینه شما برای درس‌های بعدی. و هیچ وقت فراموش نکنین که آگاهیتون هر روز بیشتر بخونید، یعنی هر روز شما بیشتر باید بیاموزین و هیچ وقت آموزش توقف نتین. یک مدیر موفق کسی هستن که همیشه در حال آموزش هست، همیشه مطالعه میکنه، همیشه از تجربات استفاده میکنه، همیشه هست افراد متخصص از دیدگاه هایشان نظر میگیرن و آنها را جذب کار و مدیریت خود میکنن. و همچنان شما در چه در بخش مدیریتی در سطح سافت‌ویر هستین و هر بخش مدیریتی هستین، شما میتونید زمینه استفاده بکنید. دوستان نهایت عزیز، ما در جلسه قبلی مراحل اجرای پروژه را تا نقطه رساندیم که در بخش پذیرش و تحویل بودن و چند نقطه بسیار اساسی در اینجا وجود دارن که اینها را ادامه میدیم تا به بحث جدید ترجیح کنیم رو بیاریم. که در اینجا بعد از پذیرش و تحویل و تضمین کیفیت و بروز رسانی طرح مدیریت پروژه، ما آمدیم طرح تکمیل فاز مرور. چقدر زیبا این نقطه مطرح شدن در بخش مدیریت سافت‌ویر، گفتن مدیر پروژه با تمام زنفان شرکت کننده تماس گرفته تا بررسی و یادآوری درس‌های آموخته شده در مرحله اجرایی را شریک بسازد. تکمیل فاز مرور چیست؟ تمام بخش‌های را که در جهت رسیدن به خروج پروژه یا نتیجه پروژه کار شده است، مدیر پروژه جلساتی را دایر می‌کند تا نتیجه آموزش‌های را که اینها در سطح پروژه گرفته بودند به تمام زنفان پروژه چی می‌کند؟ ارائه می‌کند. این تکمیل فاز مرور است. ممکن است چالش ها باشه، ممکن است فرصت ها باشه، ممکن است نقاط ضعف باشه، ممکن است نقاط قوت باشه. همه اینها را تحت یک گزارش بسیار خوب به عنوان یک مروری که از تجربات که در سطح پروژه مختن چی میکنه راه میکنه. این را همیشه شما با خود داشته باشین که اینها تجربه ای میشه، ممکن است برای پروژه های بعدی که انشاءالله شما بتونید از اونها چیکونی استفاده بکنید و کار بکنید. و نقطه ای که مهم هست در اینجا، ابزار و تکنیک های اجرای پروژه هستند. ما تا نقطه تکمیل فاز مرور را بس کردیم، اما چیزی که دیگر اینجا مهم هست ابزار و تکنیک های اجرای پروژه. همیشه دوستان، ما در اجرای پروژه به ابزار نیاز داریم. ابزار وسیله ای میشه کار درست تکمیل شوند. شما فکر بکنید، ابزار وسیله ای میشه که کار درست تکمیل شوند. خب درست است دوست، اگر ما اینجا کمره وجود نداشته باشند، این به عنوان یک ابزار، من نمیتونم که درس های خود خدمت شما چیکونم ارائه بکنم. پس ابزار وسیله ای میشه که مسئله چشمان حل شود. همینطور ما در سطح پروژه های تکنولوژیکی و به خصوص سافت‌ویر، ما نیاز به ابزارهایی داریم تا مدیریت ما رو چیکونه موفق میکنه. جهت هدایت و مدیریت اجرای پروژه نیاز به ابزار و تکنیک های خاص هست و این ابزار و تکنیک هایی که در بخش سطح ابزار هست شما باید با خود داشته باشید. برخی از این ابزار که برای مدیریت پروژه های خاص استفاده می شود منحصر به فرد هستند. ممکن است هر پروژه و هر تیم از خود ابزارها و تکنیک های خاص را برای تکمیل پروژه داشته باشد. به فرض مثال در سطح پروژه های سافت‌ویری شما نیاز دارین که از چه استفاده بکنین دوستا؟ ممکن است از سافت‌ویرهای استفاده بکنین که سرعتشان بیشتر است تا بتونید پروژه تکمیل بکنین. این یکی از خصایصی در کمپانی شما است. ممکن است شما از ابزار مثل کمپیوترها بسیار پرقدرت استفاده بکنین تا دیتایتون درست آنالیز شون. اینها میتونن یک ابزار باشن تا پروژه چشان تکمیل شد. ممکن است شما در بخش اف ام آر کار میکنین، یا ممکن است در بخش سکیوریتی کار میکنین، یا در بخش به فرض مثال سیگنال پروسسینگ، ایمیج پروسسینگ، یا در هر بخشی که در سطح کمپیوتر ساینس مطرح میشه شما کار میکنین، شما نیاز به یک ابزار دارین تا کار خود تکمیل بکنین. همینطور در پروژه های تحقیقی در سطح تکنولوژیکی شما دوستان نیاز دارین که تا مواد های لازم، تکنیک های لازم و ابزار وجود داشته باشه تا دیتا خود تحلیل بکنین. انشالله اگر شما بتونین بعد از دوره که انشالله 14 پاس هستن، شما میتونین به سطح لیسانس و ماستری درس بخونین، شما در ساختار تحقیق نیاز دارین به چی؟ به دیتا. و دیتا نیاز داره به یک وسیله به نام کامپیوتر. کامپیوتر نیاز داره به یک سافت ویری که پروسس بده و بعد از او با شما خروجی کار خود چی میکنین؟ میگیرین. از این لحاظ شما باید به ابزارها در مدیریت پروژه تون همیشه توجه بکنین. قضاوت متخصصین
کسانی که در یک پروژه بزرگ و پیچیده کار کرده باشند اهمیت قضاوت متخصصین را در تصمیم گیری ها خوب درک میکنند. دوستان متخصصین کسانی هستند که تجربه بسیار انگفت را در قسمت پروژه ها، در قسمت کارهای مرتبط با کار شما دارند و مدیران پروژه باید با متخصصین در موضوعات مختلف مانند روش کار، استفاده از ابزار، زیربنای مورد نیاز و غیره مشورت کنند. دوستان اگر که شما از این هنر یا از این تکنیک ها استفاده نکنین، شما نمیتونین پروژه را چکنین خوب تکمیل بکنین. به فرض مثال من میخوام یک سافت‌ویر بسازم، در اینجا با چالش کشاندم بشم، نیاز دارم که با یک متخصص مشوره بکنم. مشوره متخصص برای من کمک میکنه که چالشی که وجود دارم را به زودترین زمان حل میکنم. شما بیاین متوجه باشین با یک کار، اگر شما با یک چالش در سطح پروژه خصوصا با یک سافت‌ویر بر مواجه میشین، ممکن است با تنهای خود یا با تیم خود بسیار زمان ببره که چالش شما چیکنین حل بکنید. همزمان شما میتونید از روش ارتباط با افراد متخصص از استفاده بکنین که این چالش اونها در گذشته حل کرده است. این یک از روش های بسیار مؤثر است به خاطر حل کردن چالش ها یا سپاک در سطح پروژه یا راه حل برای یک پرابلم. چون سافت ویر ها معمولا جدید هست، پروژه های جدید هست، برای چیز جدید شما پیش از پیش هیچ قضاوتی نمیتونید، هیچ امکان نداره که شما قضاوت بکنید که 100% این پروژه با روشی که ما پیش میبریم موفق میشن. ممکن است در وسط راه شما با یک چالش بر بخورین که روش شما یا متد شما پاسخگوی حل چنین مسئله نیست. پس اینجا شما نیاز دارین که با افراد متخصصی که حول محور پروژه های همچون سافت ویر تحقیقاتی کار میکنن شما مشوره بکنید. یک مثال از تجربه خود میذارم. زمانی که ما در سطح پپرا علمی خود در دوران پیجدی کار میکردیم، ما با چالش های در سطح انالیز دیتا مواجه میشدیم. به تنهای خود ممکن است یک ما زحمت میکشدیم، یک کنیم ما تا چالش حل میکردیم، اما یک متخصص، یک پروفسور ممکن است برای ما یک مشوره میداد که ما در ظرف یک روز یا کمتر از یک روز یا یک ساعت هم چالش چی میکردیم حل میکردیم. پس همیشه قضاوت اینها را در قسمت کارهای خود داشته باشید، مطابق با آن تصمیم بگیرین. چون تصمیم گیری با تفکر و اندیشه افراد متخصص شما را غنامندتر می‌سازد، تصمیم شما موفق‌تر است. این روش یک از روش‌های بسیار مفید برای اکثریت پروژه ها است. یعنی چقدر زیبا هست که شما بفهمین که اکثریت پروژه ها متخصصین از افراد متخصص و قضاوت آنها، دیدگاه آنها در پروژه های خود استفاده می‌کنند. شما نگوین اینطور که ما ظرفیت نداریم، توانمندی در سطح مدیریت پروژه نداریم یا برای حل چالش ما مکانیزم نداریم. دارین، اما ممکن است مکانیزم شما ضعیف باشن، چالش برانگیز باشن. پس نیاز است که با محیط شما تعامل بکنید. خب دوستان، در این قسمت شما خوب مفاهیم گرفتین. حالا به یک بحث بسیار جالب که به نام جلسات هست. شاید در مرحله که شما هستین با مفاهیم جلسات، با مهم سیستم های مدیریت اطلاعات که در سطح پروژه هاست یا MIS هست یا نظارت و ارزیابی زیاد آشنایی نداشته باشین، چون که در این بخش ها زیاد کار نکردین، اما در آینده که انشاءالله شما وارد چرخه کار میشین با این مفاهیم بیشتر آشنا میشین. ولی چقدر خوب هست که پیش از پیش در تیتر فکرتان این مفاهیم وجود داشته باشه. جلسات در اجرای پروژه بسیار مهم هستند. به از این لحاظ هست که هر صبح مدیران موفق پیش از کار اجرا شوند، در افراد در سطح کار خود برن یک جلسه بسیار کوتاه. ممکن است که هیچ چالش در پروژه وجود نداشته باشد، ممکن است این جلسه شما منجر به انگیزه دهی برای کارمندان باشد. پس جلسات هیچ وقت در کار مدیریتتان فراموش نکنید. جلسات روبرو با افراد یا گروه های از افراد نسبت به صحبت از راه دور یا جلسات مجازی و مراتب مفیدتر است. یعنی بیشتر اگر شما بتوانید که در بین تیمتان باشین، روبرو با اینها جلسه بکنین، این مؤثرتر واقع میشه تا اینکه شما از راه دور با توسط تلفن یا ممکن است ایمیلی یا به فرض مثال توسط تکنولوژی های مدرنی که امروز هست در ارتباطات ما رو کمک میکنه استفاده بکنید. ممکن است در شرایط های خاص اینها مفید باشند، اما مفیدتر از آنها جلسات روبرو هست. دیالوگی که شما بتوانید آگاهی، فهم، چالش، مشکلاتی که در سطح پروژه هست یا انگیزه دهی بکنید، این مهمتر است. جلسات حضوری در روابط با مردم بسیار کمک میکند. حرکات بدن و تون صدا و گفتگو هر کدام برای مشکلات چسته یک نقطه بسیار مهم هست. دوستان
حتی حرکات بدنتون در جلسه مهم هست که شما چگونه میتونین که جلسات کنترل بکنین، انگیزه دهی بکنین، چالش ها رو چکنین، حل بکنین. این یک از بحث مهم هست که شما همیشه توجهتان در جلسات معطوف باشن که انشاءالله تعالی بتونین توسط جلسه پرابلم هایی را حل بکنین. خوب، حالا به این نتیجه میرسیم که جلسه فقط برای حل، برای چالش ها، برای پیش برد کار، روی پلان گذاری ها کار میشه. پس در جلسه و اشتراک کنندگان سهم بدین. ممکن است تفکر شما نسبت به حل یک مسئله ضعیفتر از تفکر یک مدیر متخصصی که در پروژه کار میکنن باشد. شما باید از اونها چی کنین؟ استفاده بکنین. درست است دوستان؟ یعنی در جلسه با اونها ارزش بدین، با اونها فرصت بدین که اونها ایده های خود رو شریک بسازن و برای وحدت یا توحید افکار شما تلاش بکنین. نقطه بعدی سیستم های مدیریت اطلاعات پروژه هست دوستان. صدها کمپانی در سراسر دنیا از این روش استفاده میکنن، سافت‌ویر های متعدد استفاده میکنن، محصول نرم افزار جهت مدیریت پروژه هست. MIS به عنوان یک مضمون بسیار فوق العاده در فاکولته های مختلف تدریس میشن، بخصوص در فاکولته اقتصاد، به خاطر مدیریت اطلاعات است، Management Information System. امروز در بازار وجود دارن، یعنی شما میتونید از این استفاده بکنید. بسیاری از سازمان های بزرگ است سیستم های مدیریت پروژه استفاده میکنند که از طریق اینترنت قابل دسترس هستند و به سیستم های دیگر مانند سیستم های مدیریت مالی و تدارکات نیز دسترسی پیدا میکنند. پس شما از سیستم های مدیریت اطلاعات در پروژه های خود استفاده و ممکن است بانک اطلاعاتی یک پروژه در امریکا است، در اروپا است یا در هر کشور دیگر است بر شما کمک بکنه اطلاعاتشان خوبتر و بانگیزه تر و آگاهانه تر پروژه تکمیل بکنه. اما سیستم مدیریت اطلاعات برای خود هم جور بکنه. در پروژه ها معمولا شما نیاز دارید سیستم مدیریت اطلاعات داشته باشید که اگر اسناد مورد نیاز هست به سرعت شما پیدا بکنند. MIS چی میکنند؟ شما را از زیای وقت جلوگیری میکنند. به زودترین فرصت اطلاعات به دست میارین، به زودترین فرصت پروژه را انالیز میکنین، دیتا ها را تحلیل میکنین، گزارش نوشته میکنین. پس شما نیاز دارید که سیستم مدیریت اطلاعات چیکنین؟ استفاده بکنین. خوب دوستان، نظارت و ارزیابی بحث دیگری هست. نظارت و ارزیابی یک از اجزای مهم مدیریت پروژه می باشد. بدون در نظر داشتن بخش، سایر بخش های مدیریت از قبیل پلان و گذاری، سازماندهی، رهبری پروژه ناقص بوده و تضمین برای اجرای درست آنها وجود نخواهد داشت. ممکن است ما یک پلان بسیار دقیق، یک هدف بسیار روشن، یک برآورد بسیار خوب بکنیم، اما تا زمان نظارت و ارزیابی از کارها در صورت نگیرند، موفقیت در سطح پروژه چی میشن؟ کم میشن. پس جز لاینفک مفهوم مدیریت نظارت و ارزیابی هست. شما اگر در سطح پروژه ها در آینده بخیر قرار میگیرین، برای شما کمک میکنه این مفهوم که ارزیابی و کنترل نظارت خود را از پروژه ها به صورت جدی و دقیق انجام بدین. از هر بخشش، ممکن از نیاز سنجی باشن تا مرحله پیاده سازی پروژه را. ممکن از بخش دیزاین طراحی باشد تا قسمت کدینگ پروژه. تا تمام این بخش ها شما لازم دارین دوستا که چیکنین؟ کارها رو به صورت مؤثر اجرا بکنین. طرح مدیریت پروژه که در اینجا مطرح شده هن، طرح ریزی و پیش بینی هزینه ها هستن، تغییرات مورد نیاز، فعالیت های مورد نیاز، عوامل محیطی داره، پروسه ساختار، همه در طرح مدیریت پروژه چی میگیرن؟ قرار میگیرن که طرح مدیریت پروژه شما را با دیدگاه های بسیار روشن برای فعالیت هایی که در سطح پلانگذاری پروژه مطرح شده شما رو چی میکنه؟ کمک میکنه. یعنی کنترل پروژه، ساختار پروژه مشخصا تاثیر پذیر از چه سطح طرح مدیریت پروژه است که انشاءالله شما با این ساختار بتونین طرح مدیریت پروژه تانه به صورت شفافتر چکنین، مورد توجه قرار بتین تا کارهایتان به صورت مؤثر اجرا شد. دوستان عزیز، مراحل نظارت از پروژه، چون بحث نظارت از اجرای پروژه هست که در ویدیوی بعدی انشاءالله ما روش بحث خواهیم کرد، حالا میریم یک خلاصه بسیار کوتاه از مراحل اجرای پروژه برای شما ارائه میکنم تا شما دیدگاهتان وسیع و با فهم عمیق پیش برید. ما تتروار بحث میکنیم از در مراحل اجرای پروژه. ما مشخصا کار میکردیم روی چند نقطه: به دست آوردن کارمند و اختصاص دادن ها به جاهای خاصه، ایجاد تیم پروژه که بتواند کارهای ما رو به صورت درست چکنه انجام بده، اجرای طرح مدیریت پروژه، برگزاری جلسات بازبینی و از وضعیت پروژه، بروزرسانی طرح مدیریت پروژه، تضمین کیفیت، پذیرش و تحویل، تکمیل فاز مرور که در واقع پروژه تمام عملیات هایشان تکمیل میشه، با شما یک مرور از گزارشات میتین، ابزار و تکنیک هایی برای موفقیت پروژه شما لازم داشتین، قضاوت متخصصین که بحث بسیار مهم بود، جلسات هست که معمولا شما در سطح مدیریتی نیاز به جلسات دارین تا خروجی ها، چالش ها مورد باز
بازتاب قرار سیستم های مدیریت اطلاعات پروژه بودن، نظارت و ارزیابی از پروژه چشنن مطرح شدن. تا که این ما رسیدیم طرح مدیریت پروژه که پیشبینی هزینه ها، تغییرات، ریسک ها، چالش های و عامل مهمی که در سطح پروژه و در ساختار پروژه وجود داشتن برای نظارت و کنترل کار پروژه چی میشد مورد توجه قرار میگرفت ما بحث کردیم. در ویدیوی بعدی انشاءالله ما روی مراحل نظارت از پروژه بحث میکنیم. درس امروز به اینجا به اتمام میرسانیم. شما رو به خداوند پاک میسپارم. شب روز خوش داشته باشین. خدا نگهدار شما.